سلام بر شما، به این بخش خبر خوش آمدید. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. قیمت‌های جدید سوخت در ایران اعلام شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700 تومان در هر لیتر افزایش یافته و قیمت بنزین آزاد هر لیتر 1000 تومان شده است. بیژن نامدار زنگین وزیر نفت ایران پیشتر گفته بود دولت قصد دارد در سال 93 درآمدهای خود از محل افزایش قیمت انرژی را حدود 60% بالا ببرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت‌های جدید بنزین از ساعت 24 پنجشنبه یعنی 4 اردیبهشت به وقت تهران به اجرا گذاشته خواهد شد. قیمت جدید بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 800 تومان و بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان اعلام شده است. قبلا قیمت بنزین سوپر سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 500 و 800 تومان بود. شرکت ملی پالایش و پخش همچنین قیمت‌های جدید گازوئیل یارانه‌ای را برای هر لیتر 250 تومان اعلام کرده است که نسبت به قیمت‌های قبلی 100 تومان افزایش یافته است. بهای هر متر مکعب سی ان جی برای خودروها نیز 450 تومان تعیین شده است که آن هم 50 تومان افزایش قیمت یافته است. قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان خواهد بود. قیمت بنزین معمولی آزاد و سهمیه‌ای قبلا به ترتیب 700 و 400 تومان بود. در همین حال گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که سهمیه های 400 تومانی باقی مانده در کارت های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارت های سوخت می توانند این سهمیه را با همان نرخ 400 تومانی قبلی از جایگاه ها دریافت کنند. میزان سهمیه ماهانه همه خودروها طبق روال قبل خواهد بود و از ساعت 24 روز پنجشنبه سهمیه کامل اردیبهشت ماه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها به کارت های سوخت آنها تخصیص می یابد. سهمیه بنزین خودروهای عمومی هم از زمان تغییر نرخ باقی مانده اردیبهشت ماه با نرخ های جدید به کارت های آنها تخصیص می یابد. طی سال جاری دولت قیمت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع LPG را افزایش داده بود. دولت حسن روحانی چندین هفته است که از عزم خود برای افزایش قیمت سوخت خودروها خبر داده بود و اعلام کرده بود که شیب افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود تا بار تورمی کمی داشته باشد. قانون بودجه سال 1393 به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط تا 33% افزایش دهد. اما تصمیم در مورد میزان افزایش و تعیین قیمت جدید هر نوع سوخت به عهده دولت گذاشته شد. ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید، میگوید روش دولت حسن روحانی در بکارگیری اقلیت‌ها موجب توقع بیشتر خواهد شد. آقای مکارم شیرازی با انتقاد از روش دولت گفته اگر به توقعات دامن بزنیم فردا به دنبال وکیل و وزیر و رئیس جمهور هم خواهند بود، در حالی که در رژیم گذشته به گونه‌ای رفتار می‌شد که اقلیت‌های مذهبی قانع بودند. سیاست‌های دولت حسن روحانی در رابطه با اقلیت‌های دینی و قومی با انتقاد و اعتراض محافظه‌کاران مواجه شده است. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، میگوید علی خامنه‌ای از اعضا و فعالان فتنه ناراحت است و این افراد نباید در دولت 11 مسئولیت داشته باشند. آقای خاتمی گفته حضور فعالان فتنه در پست‌های دولتی با شعار اعتدال دولت منافات دارد. محافظه‌کاران تندرو میگویند برخی اصلاح طلبان که از آنها به عنوان فتنه‌گر یاد می‌شود در دولت مسئولیت گرفتند. آنها خواستار تجدید نظر دولت 11 در برخی انتصاب‌ها و برکناری مقام‌هایی هستند که در وقایع سال 88 نقش داشته یا از آن حمایت کردند. اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کشور، از آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد خبر داد و گفت زندانیان زن سرپرست خانوار در اولویت رهایی از حبس کیفری هستند. به تعداد این زنان را 100 نفر ذکر کرده است. در رویدادی دیگر مرتبط با زنان، شاهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، گفته است 82% زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم مولاوردی گفته طی 5 سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار 3% افزایش داشته است.
با تغییر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، خانواده‌های زندانیان سیاسی تصمیم گرفتند به جای تجمع مقابل این سازمان، روز شنبه به دادستانی تهران مراجعه کرده و پیگیر درخواست‌های خود و اقدامات دادستانی شوند. به گزارش وبسایت کلمه، قبل از تغییر اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندان‌ها، قرار بود خانواده‌های زندانیان فردا روبروی این سازمان تجمع کنند که با این برکناری تصمیم آنان برای محل تجمع نیز تغییر کرد. بر این اساس خانواده‌های زندانیان سیاسی بنا دارند روز شنبه ساعت 10 جلوی درب دادستانی تهران تجمع اعتراض‌آمیز داشته باشند. در همین راستا سازمان گزارشگران بدون مرز هم با صدور اطلاعیه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره وقایع اخیر بند 350 زندان اوین شد. رضا معینی مسئول ایران و افغانستان در این سازمان گفت ضروری است همه حقیقت درباره آنچه که عملیات بازرسی از بند 350 خوانده شده روشن شود. گزارشگران بدون مرز در همین ارتباط خواهان صدور اجازه فوری به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای سفر به تهران، به منظور تحقیق و بررسی مستقل وقایع اخیر بند 350 زندان اوین شده است. و در خبر مرتبط دیگری هم 400 تن از فعالان مدنی و سیاسی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی خواهان رسیدگی به واقعه بند 350 زندان اوین شدند. در این نامه از آقای روحانی خواسته شده است در چارچوب قانون و به واسطه قدرتی که به پشتوانه رأی مردم به دست آورده در برابر ظلم و بی‌عدالتی بایستد و در صدد دلجویی از آسیب دیدگان اتفاقات اخیر برآید. نویسندگان نامه در 4 ماده خواسته های خود را از آقای روحانی مطرح کردند: تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب، فرستادن مجروحین واقعه بند 350 زندان اوین به بیمارستان، درخواست از مسئولین دولتی برای گفتن حقیقت و وادار کردن کسانی که در این حادثه نقش داشتند به عذرخواهی و استعفای داوطلبانه خواسته های امضا کنندگان این نامه است. عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین افغانستان، با کسب حدود 44% آرا پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شده است. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با اعلام این خبر گفته است اشرف غنی احمدزی با کسب 33% آرا و زلمای رسول با کسب 11% آرا در رده های دوم و سوم قرار دارند. به گفته آقای نورستانی، احتمالاً پس از پایان شمارش آرا، دور دوم انتخابات میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. طبق قانون انتخابات افغانستان، نامزدهای انتخاباتی تنها با کسب بیش از 50% آرا می توانند در دور اول پیروز انتخابات شوند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اطلاعیه اعلام کرد کشورش در واکنش به برنامه تشکیل دولت متحد حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین، مذاکرات صلح با فلسطینی ها را متوقف کرده است. در پی توافق حماس و فتح برای تشکیل یک دولت مشترک، باریکه غزه شاهد تجمع و شادمانی فلسطینی ها بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اگر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، آشتی با جنبش حماس را لغو کند، ما آماده ایم مذاکرات را ادامه دهیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو گفت ما هرگز با دولتی که مورد حمایت جنبش حماس باشد مذاکره نخواهیم کرد. در همین راستا دفتر بنیامین نتانیاهو هم در اطلاعیه ای اعلام کرد که کشورش در واکنش به برنامه تشکیل دولت متحد حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین، مذاکرات صلح با فلسطینی ها را متوقف کرده است. در این اطلاعیه آمده است که بنابر تصمیم کابینه اسرائیل، دولت این کشور نمی تواند با دولتی که حماس بخشی از آن است وارد گفتگو شود. این اطلاعیه حماس را گروهی تروریست خوانده که برای نابودی اسرائیل تلاش می کند. در همین حال سایت روزنامه یدیعوت آهرونوت نیز
به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته که این کشور درباره اعمال تحریم به فلسطینی ها هشدار داده بود و اکنون این هشدار خود را عملی خواهیم کرد. این مقام اسرائیلی افزوده است پس از آنکه فلسطینی ها اعلام کردند که تشکیلات واحدی خواهند بود، دیگر نمیتوان با آنها مذاکرات سیاسی برگزار کرد. ابو مازن پا را از حد معمول خود فراتر گذاشت و دیگر تماس‌های سیاسی با فلسطینی‌ها وجود نخواهد داشت. این مقام اسرائیلی به هماهنگی‌های امنیتی میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی اشاره‌ای نکرده است. این گزارش می‌افزاید که اسرائیل حمله‌ای تبلیغاتی علیه منافع ملی فلسطینی‌ها آغاز خواهد کرد و با انتشار بیانیه‌هایی در رسانه‌های جهان شخص محمود عباس را مورد حملات خود قرار خواهد داد. بنابراین گزارش در این بیانیه‌ها با هدف متقاعد کردن جامعه جهانی به اینکه محمود عباس شریک صلح نیست، درباره ارتباط ابو مازن با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده مطالبی منتشر خواهد شد. در رویداد دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای اسرائیل به سوی تحقق آشتی ملی پیش می‌رود. وی در دیدار با فرستاده آمریکا گفت آشتی بین فلسطینی‌ها با مذاکرات صلح تعارض ندارد. در همین حال توافق تاریخی میان دو گروه حماس و فتح برای تشکیل یک دولت واحد امید و نگرانی را میان فلسطینی‌های ساکن نوار غزه دامن زده است. رسانه‌ها گزارش دادند که ساکنان نوار غزه جلوی خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس جمع شده و به شادمانی پرداختند. گروه دیگری از فلسطینی‌ها در میدان سرباز فراموش شده که از میادین اصلی در نوار غزه است جمع شده و شعار اتحاد، آزادی، کرامت و انسانیت سر دادند. تجمع کنندگان خوشحال و امیدوار از این توافق، نگرانی‌هایی نیز دارند. وضعیت معیشتی نامناسب در نوار غزه، محدودیت‌های فراوان برای رفت و آمد و کمبود امکانات دارویی و درمانی برخی از پررنگ‌ترین این نگرانی هاست. در 7 سال گذشته حاکمیت سرزمین های فلسطینی به 2 بخش تقسیم می شد. کرانه باختری که آن را تشکیلات خودگردان فلسطینی اداره می کرد و نوار غزه که تحت کنترل حماس بود. حماس تاکنون توافقنامه های صلح با اسرائیل را نپذیرفته است. هنوز سوال‌های بسیاری درباره جزئیات این اتحاد وجود دارد. از جمله اینکه هنوز مشخص نیست مسئولیت تأمین امنیت با کدام گروه است و سمت‌های کلیدی امنیتی چطور تقسیم خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور تشکیل کمیته عالی قضایی انتخابات را صادر کرده است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است 13 خرداد برگزار شود و افراد متقاضی برای نامزدی در این انتخابات می توانند تا 11 اردیبهشت نام نویسی کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، سخنگوی وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است انتخابات این کشور کاملا منطبق با قانون اساسی است و هیچ کشوری حق دخالت در آن را ندارد. نیروهای امنیتی لبنان شامگاه 5 شنبه 3 تبعه سوریه را که 1 تن از آنها حامل کمربندی انفجاری بود در خانه 1 شهروند لبنانی در شهرک اراسال در منطقه بوقا بازداشت کردند. پایگاه اطلاع رسانی لبنانی النشره گزارش داده کمربند انفجاری تروریست سوری حاوی 5 کیلوگرم مواد منفجره بوده است. این منبع افزوده است این فرد 2 هموطن خود را روبوده و در این خانه محبوس و در مقابل آزادی آنها 170 هزار دلار پول درخواست کرده است.
رئیس جمهوری ارمنستان از ترکیه خواست کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی را به عنوان قتل عام بپذیرد و تاکید کرد پذیرش قتل عام ارامنه تنها راه جلوگیری از وقوع چنین وقایعی در آینده است. روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اقدامی بی سابقه کشتار ارامنه در دوران حکومت عثمانی را به نوادگان آنها تسلیت گفت و آن را دردی مشترک نامید. ارمنستان و همچنین گروه‌های ارامنه در آمریکا و اروپا از ترکیه می‌خواهند کشتار ارامنه را به عنوان قتل عام بپذیرد، اما آنکارا تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است. تعداد ارامنه کشته شده در دوران حکومت عثمانی‌ها 1.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. اما در همین زمینه پیام تسلیت رجب طیب اردوغان به ارامنه واکنش‌های متفاوتی را در داخل و خارج از این کشور به همراه داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش مایستان بختیاری از ترکیه. یک روز پس از انتشار پیام تسلیت آقای رجب طیب اردوغان خطاب به ارامنه، واکنش ها نسبت به این موضوع گسترده اما متفاوت بود. در نخستین واکنش وزارت امور خارجه امریکا ضمن ابراز خرسندی از این موضوع اعلام کرد که انتشار این گونه پیام ها باعث میشه تا تلاش ها در زمینه تفاهم میان ارامنه و ترک ها ادامه پیدا. اما از طرف دیگه آقای باراک اوباما ریاست جمهوری امریکا در سال روز 24 آوریل ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این رویداد عنوان کرد که ملت‌ها با پذیرش عناصر تلخ گذشته خودشون قوی‌تر خواهند شد. از سوی دیگه پاتریک خانه ارامنه ترکیه ضمن استقبال از این پیام، این پیام را یک پیام تاریخی هیجان انگیز خوند. در این رابطه اسقف آرام آتشیان قائم مقام پاتریک خانه ارامنه ترکیه اعلام کرد که پیام آقای اردوغان به نوعی پل دوستی ایجاد خواهد کرد میان ملت ارمنستان و ترکیه. هرچند که سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان روز پنجشنبه در مراسم یادبودی که در این زمینه در پایتخت ارمنستان برگزار شد این پیام رو به نوعی ناکافی دونست و عنوان کرد که هنوز به طور صریح و روشن از واژه نسل‌کشی در این پیام استفاده نشده. اما در داخل خود ترکیه واکنش ها به این موضوع در طیف های مختلف متفاوت بود. از یک سو افکار عمومی از این موضوع استقبال کردن، هرچند که بسیاری اعتقاد داشتن این پیام باید خیلی زودتر از اینها منتشر می شد. روزنامه ها هم تیتر درشت خودشون رو تحت عنوان تسلیت تاریخی به این موضوع اختصاص دادن. اما باید گفت که بیشترین تنش و واکنش نسبت به این پیام در میان احزاب سیاسی ترکیه بود. از یک طرف حزب حرکت ملی (MHP) نسبت به این موضوع اعتراض داشت و واکنش منفی نشون داد نسبت به این پیام، عنوان کرد که این پیام در تضاد با چارچوب مصالح ملی کشور هستش. در راستای حزب حرکت ملی، حزب کارگر و رهبر حزب کارگر هم در واقع چنین موضعی رو داشت، هرچند که احزاب دیگه موضع‌گیری متفاوتی داشتن. از جمله حزب صلح و دموکراسی که یک حزب کردی هستش از این موضوع استقبال کرد و عنوان کرد که چنین موضع‌گیری هایی باعث میشه که در آینده ما شاهد چنین رویدادهای تلخ و ناگواری نباشیم. به این موضوع هم باید اشاره بکنیم که ارامنه ترکیه امروز در واقع در کلیساها حضور پیدا کردن و به مناسبت این روز یاد کشته شدگان وقایع سال 1915 رو گرامی داشتن. در کل باید پیام آقای اردوغان رو در این زمینه مثبت قلمداد کرد، هرچند که به نظر میرسه هنوز راه دور و درازی در پیش است تا تنش‌ها میان ارامنه و دولت ترکیه از بین بره. محمد رضا عارف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از به انفعال کشیده شدن دانشجویان در دهه گذشته انتقاد کرده و گفته فضایی که اکنون بر دانشگاه و جنبش دانشجویی حاکم است مورد تایید ما نیست. به افسوده ما باید حق دانشجویان را به رسمیت بشناسیم تا آنها نیز بتوانند بر کار مسئولان نظارت داشته باشند. آقای عارف گفته است فضایی که در چند سال اخیر در دانشگاه ها حاکم بود کم نشاط، تنگ نظرانه و سیاسی امنیتی بود و این برداشت را دیکته می کرد که دانشجو نباید چند بعدی باشد و کار او فقط درس خواندن است. مینو اصلانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان میگوید رقص و عادی شدن روابط میان دختر و پسر که در مهد کودک ها آغاز می شود مغایر با سبک زندگی اسلامی است
و همین موضوع موجب فساد آنها می شود. خانم اصلانی در گفتگو با خبرگزاری بسیج آموزش‌های نادرست در مهد کودک‌ها را موجب ترویج سبک زندگی غربی در میان خانواده‌های ایرانی دانسته است. مقامات مسئول در جمهوری اسلامی چند سالی است تلاش می‌کنند محتوای آموزشی در مهد کودک‌ها را نیز تغییر دهند. آنها معتقدند زمینه‌های غرب زدگی در نوجوانان و جوانان از دوران کودکی و در مهد کودک‌ها شکل می‌گیرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید ما بر اساس شواهد و قرائن تاریخی معتقدیم که آمریکا و همپیمانانش بدون شایستگی حاکمیت و ولایت جهان را غصب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای نقدی همچنین گفته جنگ اقتصادی و فرهنگی که از سوی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده یک جنگ اقتصادی تمام عیار است. و همچنین خواستار آن شده تا با صدور مدیریت جهادی بسیجی وار و اقتصاد مقاومتی مشکلات کشور حل شود. 4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در آستانه اعدام قرار دارند. حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آنها ابلاغ شد. این حکم نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. در ادامه افزایش اعدام‌ها پس از روی کار آمدن حسن روحانی، 4 زندانی کرد به نام‌های محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در آستانه مرگ قرار دارند. این 4 نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان میگوید مصطفی سلیمی از 18 فروردین ماه 1393 به مدت 10 روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود اعتصاب قضا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان حکم این زندانی چند روز قبل مسئولین زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است. مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال 1380 تا 1383 با یکی از احزاب کردی همکاری داشته اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است. افراد نزدیک به این زندانی گفتند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج میبرد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجای شهر کرج به سر برده است. محمد عبداللهی 35 ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است. علی و حبیب افشاری، 2 برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان ماه 1389 دستگیر شدند. آنها به ترتیب 34 ساله و 26 ساله هستند. این 4 زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام خود را دریافت کردند که تنها 1 هفته از اعدام سمکو خورشیدی دیگر زندانی کرد می گذرد. او روز پنجشنبه 28 فروردین در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. پیش از او شیرکو معارفی در 13 آبان 1392 به اتهام عضویت در حزب کموله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد. کمی قبل از شیرکو معارفی حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی در 4 آبان 1392 در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آنها همکاری با پژاک بود. اعدام‌ها پس از روی کار آمدن حسن روحانی افزایش یافته است. در این راستا بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم 20 اسفند ماه در ژنو با انتقاد از روحانی گفته بود علی‌رغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدیش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و تأکید کرد که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، اما در میان اعدام شدگان زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بودند. همچنین احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران هم تاکنون چندین گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده و به افزایش اعدام‌ها اعتراض کرده است. بنابر آمار رسمی اعلام شده در سال 2013 میلادی ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین
بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد کیف به مسکو 48 ساعت مهلت داده تا درباره رزمایش نظامی خود در مرز اوکراین توضیح دهد. الکسان تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین همچنین از روسیه خواست نیروهایش را از مرزهای شرقی این کشور عقب کشیده و از مداخله در امور داخلی این کشور پرهیز کند. پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود ارتش این کشور رزمایش نظامی خود در نزدیکی مرز اوکراین را آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد اگر دولت اوکراین در شرق این کشور از ارتش استفاده کند علیه مردم خود مرتکب جرم شده است. پوتین همچنین تاکید کرد استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با مردم برای دولت اوکراین عواقب خواهد داشت. سخنگوی ارتش سودان جنوبی اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور فرمانده ارتش و رئیس دستگاه اطلاعات را برکنار کرد و یکی از افراد قبیله خود را به جای فرمانده ارتش منصوب کرد. درگیری‌های سودان میان قبیله دنکا وابسته به سلواکر و قبیله نویر وابسته به مشار است که در جریان این درگیری‌ها تاکنون هزاران نفر کشته و بیش از 1.5 میلیون نفر آواره شدند. روزنامه شرق از سفر ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو امروز پنجشنبه 5 اردیبهشت به تهران خبر داد. سفر این مقام یونسکو به ایران که 5 روز به طول می انجامد در حالی انجام می شود که آخرین بار مدیر پیشین این سازمان بین المللی 10 سال قبل به ایران سفر کرده بود. مدیر کل یونسکو در این سفر علاوه بر تهران به استانهای اصفهان، فارس و کرمان نیز خواهد رفت. وی همچنین روز شنبه در تالار وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جلسه مشترکی خواهد داشت و سخنرانی خواهد کرد. مدیر کل یونسکو به دعوت رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ایران سفر می کند. تولید زباله در تهران موجب نگرانی مقامات ایران شده و نسبت به آن هشدار دادند. در حالی که میزان تولید زباله توسط هر شهروند در کشورهای توسعه یافته کمتر از 350 گرم در روز است، هر شهروند تهرانی روزانه بیش از 900 گرم زباله تولید می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفته است، تهرانی‌ها 3 برابر شهروندان شهرهای بزرگ جهان زباله تولید می‌کنند و این رقم در روزهای پایانی سال به 1 کیلوگرم در روز نیز افزایش پیدا می‌کند. علی محمد شاعری در همایش تقدیر از فعالان محیط زیست گفت ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی بسیار در اطراف شهرهای بزرگ و تلاش و هزینه زیاد برای رفع این آلودگی‌ها باعث هدر رفتن منابع کشور و شهرها می شود. او با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای مدیریت زباله و پسماند تصریح کرد که اکنون در تهران دیگر دفن غیر بهداشتی زباله صورت نمی گیرد. در همین حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با انتقاد از وضعیت مدیریت پسماند و زباله در کشور گفت در تهران متاسفانه تفکیک از مبدأ هنوز یک سیاست کلی در شهرداری نشده است که در این خصوص شهرداری تهران باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد. معصومه ابتکار به مناسبت هفته زمین پاک در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با تاکید بر اینکه وضعیت مدیریت پسماند در کشور راضی کننده نیست گفت در صدد هستیم با همکاری وزارت کشور سختگیری بیشتری در این خصوص انجام دهیم تا بتوانیم این موزل را در کشور برطرف کنیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مهم خواندن مشارکت مردم در بحث مدیریت پسماند گفت متاسفانه الگوی رفتاری و زندگی مردم ما با دنیا هیچ تناسبی ندارد. چرا که در تمام دنیا مسئولیت مدیریت پسماند بر عهده خود شهروندان است. هرچند ممکن است پیمانکارانی با دریافت پول بخواهند به شهروندان در این خصوص کمک کنند. اما تفکیک از مبدأ تحویل به مراکز بازیافت و حتی تولید کود کمپوست نیز توسط خود شهروندان در تمام دنیا صورت می گیرد.
ابتکار همچنین با اشاره به صندوق ملی محیط زیست از امکان پرداخت وام از طریق این صندوق به صنایعی سخن گفت که بخواهند پسماندها و زباله‌های خود را بازیافت کنند. تهران شهری در حال پیشرفت و ساخت و ساز نیز در آن فراوان است. از این رو میزان نخاله‌های ساختمانی نیز مشکلاتی را برای این کلان شهر ایجاد کرده است. پیشتر مقامات شهرداری گفته بودند که تهران روزانه 8000 تن زباله تولید می‌کند که سرانه تولید زباله برای هر فرد تقریباً 820 گرم است. مقامات سازمان محیط زیست همچنین گفته بودند که تا سال 1383 قانون مدیریت پسماند در کشور وجود نداشت که در همان سال این قانون تهیه و سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این وجود محمود احمدی نژاد از اجرای آن سر باز زده است. معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید 70% ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی در ایران به شدت کاهش یافته است. تورج فتحی دلیل این امر را استفاده بی‌رویه از منابع آب شیرین در کشور عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی کاهش شدید منابع زیرزمینی آب را بحرانی تر از وضعیت دریاچه ارومیه ذکر کرده و گفته ابعاد فاجعه‌ای که زیر زمین در حال رخ دادن است چند برابر بحران دریاچه ارومیه است. آقای فتحی هشدار داده در شرایط تنش آبی قرار داریم و باید با مدیریت صحیح مانع از ورود این شرایط به شرایط بحران آبی شویم. و اما یک خبر هنری برای ایرانیان علاقه‌مند به موسیقی ساکن لندن. کنسرت موسیقی سنتی و خانقایی داوود آزاد فردا شنبه ششم اردیبهشت در کلیسای ابی‌رود لندن برگزار می شود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.